مالیات های سنگین می ستاندن که نمون های رو براتون خواهم خواند. و در این سند می بینیم که سندی که در پوشنی سوم تاریخ کامل اسلام و ایران نوشته ابن عسیر در رویه 50 می نویسد که بر مبلغ مالیات سالیانه در سیستان 2000 غلام نابالغ، یعنی مردم بیچاره سیستان همه ساله باید 2000 پسر بچه رو نیست به آنها بدن. اینها چه کار میکردن؟ آن پسر بچه ها رو اخته میکردن، پسر بچه 3 ساله، 5 ساله، 10 ساله، 9 ساله، 11 ساله، 15 ساله، اینها رو اخته میکردن و آنها را در بازارهای برده فروشان اسلامی برای کامجویی های جنسی میفروختند. واژه غلام یعنی کسی که مورد تجاوز مرد دیگری قرار میگیرد و خودش اخته است. و امیدوارم که از این پس کسانی که این سخن را میشنوند و آرش غلام و چم غلام بچه را میدانند، از این پس نام فرزندان نازنین خودشون رو غلام حسین و غلام علی و غلام نمیدونم محمد نگذارن، غلام علی یعنی غلامی که در خدمت علی است که علی با او همخوابگی کند. حالا اگر پدری ایرانی هنوز هم میخواهد نام فرزندش را غلام علی و غلام حسین و غلام حسن بگذارد، خب آزاد است. برای شما از تاریخ دیگری میخوانم. یزید ابن محلب یکی از سرداران بزرگ اسلام است که همه تاریخ نویسان مسلمان از او و از کردوکار ننگینش یاد کردند. این خونریز تبهکار که ننگین ترین رویه های تاریخ بشر را با شمشیر خونچکان خود در ایران نوشت، در گرگان در 3 شبان روز پیاپی 12000 نفر از اسیران ایرانی را بر سر ناودان های آسیاب ها سر برید تا گندم آرد کرده و نان بپزد و بخورد، و 6000 برده از مردم گرگان گرفت و همه را به بردگی فروخت. بهادین اسفندیار در رویه های 164 و 165 تاریخ طبرستان می نویسد این مرد خدا، ببینید نام مرد خدا را هم بر او می گذارن، که پیام آور معنویت اسلام بود، در برابر یک برده او که به دست یک ایرانی کشته شد 1000 تن از ایرانیان را به دار کشید. او در حمله به گرگان و سرکوب ایرانیان آزاده و شورش توده های به جان آمده 40000 تن از مردم گرگان را کشت و گرگان را آنچنان غارت کرد که در نامه‌ای به خلیفه نوشت چندان غنایم برداشتم که قطار شتر به شام رسد. هنگامی که ما اینها رو روخانی میکنیم، باز هم یادآوری میکنم که به ما میگویند آقا چرا به باورهای مردم توهین میکنید. یک بار دیگر نازنین، بیننده گرامی، هممیهن خوب من، خواهر خوب، برادر خوب مسلمان من، چه کسی به شما توهین میکند؟ من که اینها را بازخوانی میکنم یا آن کسی که این کار را با شما کرد؟ چه کسی به مادران شما دستیازی کرد و دختران شما و مادران شما را در بازارهای برده فروشی جهان به روسپیگری فروخت؟ بنی امیه بود؟ برای چه به ایران آمده بود؟ نه برای آوردن اسلام؟ مردم گرگان پس از کشتار 40000 تن به این ترتیب و فروش زنانشون و غنایم سنگینی که تا قطار به شام رسید اسلام آوردند. آیا نه همون مردمی هستند که امروز در گرگان مسلمانند؟ این مردم به دست چه کسی مسلمان شدند؟ نه به دست همین شخص؟ اسلام چگونه به ایران رسید؟ من مایه های دیگری رو براتون میخونم. مقدسی در رویه 45 آفرینش و تاریخ برگردان محمد رضا شفیعی کتکنی می نویسد اهل گرگان از روی ناچاری با مردم کوفه به پرداخت 100000 صلح کردن، یعنی چندین میلیون 100000 صلح کردن، یعنی پذیرفتن. خب حالا شما میفرمایید که اینها از خاندان بنی امیه بودن که چه بشود؟ خیلی خوب، بسیار خوب، من میپذیرم اینها از خاندان بنی امیه بودن. آنچرا که این خاندان بنی امیه آورد این رو کنار بگذاریم، بلکه میبینیم که چگونه آوردند و در برابر چه گرفتند. 100000 200000 درهم صلح کردند. یزید بن محلب آمد
و در برابر این مال بسیار با آنان صلح کرد، یعنی با مردم گرگان، و یکی از مردان خیش را در آنجا بر جای نهاد و خود به دهستان رفت و آنجا را نیز محاصره کرد تا اینکه به فرمان او تسلیم شدند. 14,000 تن از ایشان را گرفت و همه را سر برید و روانی طبرستان شد و با اسپهبد فرمانروای آنجا در طبرستان صلح کرد در برابر گرفتن مالی بسیار و 400 خر بار زعفران. 400 خر بار، نه خر بار، 400 خر باری که روی الاغ می گذاشتن زعفران و 400 مرد که بر سر هر کدام سپری و تیرسانی و جامی زرین بود. در این هنگام عبدالرحمن ابن سمره قریشی نیز زرنج را محاصره کرد، با ایشان صلح کرد و در برابر گرفتن 1,000 درهم و 1,000 غلام، 1,000 غلام، ببینید ضرب کنید در هم دیگر، یعنی پسر بچه، که بر سر هر یک از ایشان جامی زرین بود. تازه این پسر بچه ها بر سر هر کدامشان جامی از زر گذاشته بودند که در درون آهم چیزهای دیگری بود. گویند اهل گرگان پیمان شکنی کردند و یزید ابن محلب سوگند یاد کرد نیاساید تا رزمندگانشان را بکشد و کودکان و زنانشان را اسیر کند و مردم از دست او حصاری شدند، یعنی همه را محاصره کرد و او در آنجا اقامت گزید. یزید بر آنها راه یافت و فرمان داد در راهها تا چندین فرسنگ دار به پای کردند. سپس آن رزمندگان را بیرون آورد و همگان را به دار آویخت و سپس زنان و فرزندانشان را اسیر کرد و در گرگان کسی نماند مگر آنها که بریختند یا پنهان شدند، جز پیران ناتوان و از اموال چیزی بر جای نماند.